خب عکس رو پیدا کردی فرستادی واسه کامران، بعدش چی شد؟ من هم اومن رفته بودیم پارکینگ، زاخسی های پویش رو چوبزه آمرو هول داد برد زمین، انگار بیوش شده تکونه با هارده. میخواستی چیکار کنیم؟ هم فیلم های پیمان رو کات کردم فرستادم واسه زنش، هم موقعی که اومن وارد اتاق مانیتورینگ شده بود عروش پاک کرد. بیا دیگه، ما اصلا نمیخواستیم پیمان وارد این ماجرا بشه. چی شده؟ پیمان چطوری کامی رو پیدا کرده؟ اصلا کجا پیداش کرده؟ به بچه هم سپردم قبل قرار بپیچوننش، بچه های خودم گن زدن. زاهدی رو تو کشتی؟ نه. کی کشته؟ من هر اعترافی که بگین کردم، بچه دزدیدم، آدم ربایی کردم، پولا رو خوردم، ولی آدم نکشتم. آقای زمن، شما و شریکت فقط اونجا بودید. بله. میتونم برم پیش بچه؟ نه. شما به اتهام قتل کامران زاهدی بازداشتید. بیا بیرون بابا جان. بیا بیرون؟ من خودم کامران بچه قتل کردم. فردا میرم ثبت امضا میکنم یا دنبالش میبرم. بیا فردا قاتل بودن تمجید رو بذاریم کنار. فریبای مقدم تنگیه برای قتل کامران داشتیم. میشه بریم اونجایی که کامران کشته شده؟ آن پریساست پیمان، تو دورو بری بود کدوم زنی رو میشنسی که هم منگیزه قتل کامران داشته باشه هم از این سیگار رو بکشه؟ اینجا کجاست برام؟ توضیح میدم واسهت. واقعا تو این سوز سرما باید میاریم اینجا؟ بریم تو برات میگم. سلام خانم شمس. سلام. ببخشید این زمینا مال کیه؟ آقای شمس، البته تا دو سال پیش. آقای شمس آقای شهرام شمس یعنی پدر من. خب چرا تا دو سال پیش؟ الان چی شده؟ دو سال پیش یه پرونده تشکیل شده و واسه این زمینا مدعی پیدا شده. کسی که مدعی شده مشخصه که یک زد و بند اساسی داشته با عنوان اینکه آقای شمس متواریه. پدر من متواریه؟ اجازه بده پریسا جان. شروع میکنه زمین ها رو به تفکیک و قطع بندی و بعدم ساخت. مشخصه که کل پروسه خیلی سریعتر از زمان واقعیش هم اتفاق افتاده. الان ارزش ریالی این زمین ها چقدره؟ عدد و رقمش که خیلی بالاست. حدود 1200 واحد مسکونی ساخته شده که ارزش هر کدومش نزدیک به 5-6 میلیارد تومانه، به علاوه 50-60 واحد تجاری که چند برابر واحدهای مسکونی میارزه. حالا میخواییم با هم ریالش رو حساب کنیم؟ تا حالا همینه یعنی چی؟ پریسا جان هنوز مونده، مدعی اینا کیه؟ مدعی اینا که باید من باشم؟ شما این چیزایی که میگین اصلا براش مدرکی دارین یا همینجوری؟ طبق کپی این مدارک مدعی این پرونده یک خانم وکیله، خانم مقدم. موکلش هم آقای کامران زاهدیه. فریبا مقدم؟ بله. و کامران زاهدی؟
برام چی میگه این آقا؟ میگه فریبا مقدم، کامران زاهدی، منظورش چیه راجع به این؟ از این واضح‌تر چی باید بگه؟ خب این مداره کپیه، ما باید اصلش رو ببینیم، اصلش رو ما باید ببینیم، اصلش رو باید ببینیم ما. شبهش مشخصه، یه وکالت از بابات بگیر بر تطوی قضیه رو در بیار. تو که ما رو قبول نداری، مدارکی هم که ایشون میدارم قبول نداری. تو اصلا از کجا رسیدی به این؟ حالا سوال مهمت اینه. نخند بهرام، معلومه که هزار تا سوال تو سرمه، باید دونه دونش رو جواب بدی. بگو. تو از کجا فهمیدی؟ کی فهمیدی؟ چطوری فهمیدی؟ کیا به جز من میدونن؟ الان فرض کن همه سوالاتو جواب دادم، این چی عوض میکنه پریسا؟ داری میری تو اون فاز که منو دیوونه کنی بهرام. روشنه اگه این کلاه برداری که وکیل میگیری میریم دنبالش، اگه نه که خب این آقا اصلا داره یه چیز دیگه میگه. کامران زاهدی اصلا چرا کامران نباید به من گفته باشه اینا رو؟ کامران شوهر منه، برو ازش بپرس. کار تموم شد؟ بله. برو شو. با اجازه. بین کامران و فریبا چیزی هست؟ چی؟ پرسیدم بین کامران و فریبا چیزی هست. یعنی چی؟ باز چی میپرسی؟ من یه چیزایی میدونم که تا جواب این سوالو بهم ندی نمیتونم دربارش باهات حرف بزنم. به من بگو کامران و فریبا با هم ارتباطی دارن. ببین فریسا، وقتی وکیلای شرکت داشتن عوض می شدن، فریبا که رفته بود برای زایمان، سهرم تو دفترش نبود. یه سند دست من افتاد، شک کردم، یه مدت پیگیر کامران شدم، فهمیدم یه قرار مدارایی با هم دارن. با فریبا؟ آره. قرار کاری؟ حتما. بعد این آقا رو که کارش خیلی درسته مأمور کردم تاوتوی قضیه رو در بیاره. همه چیزایی که میخواستی بدونی رو گفتم. حالا چی میخواستی بگی؟ یه ماه خواب خوراک ندارم، با هیچکی نمیتونم حرف بزنم، بدون قرص خوابم نمیبره، خوابم میبره کابوس میبینم، حالم خیلی بد. اینا رو از کجا پیدا کردی؟ توی گوشی کامران بود، یه گوشی قدیمی که قایم کرده بود من پیدا کردم. این عکس ها مال قدیمه، مال قبل پیمانه. اصلا مهم نیست مالکیه، اصلا مهم نیست مالکیه. تو میدونستی نه؟ تو میدونستی؟ من یادمه وقتی تصادف کرده بودم تو ای سعی کردی با گوش کنایه ایما اشاره یه چیزایی به من بگی. آره، یه بوهایی برده بودم به فریبا، نه اون به زندگیش چسبیده بود، ولی به کامران شک داشتم. خیلی هم سعی کردم با گوشه و کنایه به تو حالی کنم، ولی شنونده باید عاقل می بود که متاسفانه نبود. چی میگی تو؟ من میتونستم به فریبا شک کنم؟ اونجوری که به من چسبیده بود، اونجوری که خواهرم بود، اصلا ذهنم سمتش نمی رفت. به من راهکار میداد ارتباطم با کامران بهتر بشه. باور میشه؟ من این عکسارم دیدم اصلا باور نمی کرد. حالا میفهمم چه کسافتکاری اون پشت در جریان بوده. حالا میفهمم. یه درصد فکر کن فریبا نمیدونسته این زمین مال بابای توه. ساده ای؟ نمیدونسته؟ وکیلشه نمیدونسته؟ پس اینا همون زمیناییه که وقتی بابام خرید مادرم کلی بهش توپید که رفتی پول ریگ بیابون دادی. بابام گفت تنها چیزی که تولید نمیشه زمینه. اینا مال بچه‌مه، مال نوه‌هامه. این زمینا مال منه، مال ملودیه.
امکان نداره بذارم از گلوی کسی دیگه ای پایین بره. بهرام یه کاری برام میکنی؟ چی؟ ببین میتونی یه طوری بفهمی کامران و فریبا هنوز با هم در ارتباطن یا نه؟ فرض کن الان اونو با همن، بعدش چی؟ ببخشید خانم، من بلدم بقیهش انجام میدم خودم. ممنون. باشه، مشکل نیست. بلی ممنون. ببین اون شب که تو توی بیمارستان بودی، خب من از ملودی عکس گرفتم فرستادم برای کامران مثلا تحریکش کنم، بهش بگم منم گروه دارم بکشونمش سر قرار. خب هر وقت براش مثلا یه پیغامی میفرستادم تا میدید جواب میداد. اون شب اول سرکله پریسا پیدا شد. جفتتون بیشعوری، یه خبر نباید به من بدین؟ اومد ملودی رو برداشت برد. وقتی من عکس ملودی رو فرستادم برای کامران، فرداش کامران جواب داد. پس اون اکانت ناشناس مال پریسا است، مال خود عوضیش. پریسا رفت. اون گوشی رو بده جهانو بگیر. جهانو بگیر. با جهان تماس بگیر. گوشی رو بچسبون. آره جهان. پریسا همین از خونه جلو رفت بیرون. ماجرا فقط این فیلتر سیگارا نیست. واسه یه چی؟ من الان با آقا جلالم. باید بدونم یا نه؟ همین که میگم باید تماس میگیرم. بهت میگم فقط بردم به در خونش نذار بره. Thank you.
ممنون شما. مرسی. ممنون. آره گذاشتمش که توی پورتال دست صفون. آره گذاشتمش، دیروز گذاشتم توی پورتال. خودتون چک کنید دیگه. ممنونم. خداحافظ. حقیقتش اینه که من فکر میکنم هنوز قاتل پدرتون بیرونه. منظورتون فریباست؟ نه لزومم، یعنی مطمئن نیستم. میشه از چیزی که مطمئنی با هم حرف بزنی؟ بله میشه. بس من شما رو صدا زدم اینجا که راجع به چیزایی سوال بپرسم، بعد که مطمئن شدم اظهار نظر کنم. بفرمایید، گوش میدم. هیچ وقت احساس کردین که ممکنه یه آدم دیگه دور بر مادرتون باشه، ازش اطلاعات بگیره یا اطلاعات میگرفته؟ یعنی دارین میگین مادرم مقصره؟ نه من همچین چیزی نگفتم. منتها گفتم بعید نیستش که تحت فشار باشه یا تهدید شده باشه که یه چیزی رو به ما نگه یا ناخواسته اصلا داره این کارو میکنه. کی تهدیدش کرده باشه؟ حالا بذارین قدم به قدم بریم جلو. نگفتید چیز مشکوکی ازش دیدید؟ یه رفتار عجیب. از کی؟ از همون موقعی که پدرتون گم شد. چرا به من نگفتی؟ چرا وقتی ازت پرسیدم چی میخوای مثل آدم جواب منو ندادی؟ همون لپتاپی که بر من آوردینش؟ بله. اون موقع پیمان بهم گفته بود که براش ببرم. کلا من از اون لپتاپ زیاد استفاده میکردم، ولی وقتی مامانم فهمید خیلی عصبانی شد. چی گفت بهتون؟ گفت میترسه. بله. من خرابکاری کرده باشم، مجبور بله. شه پیش شما ماست. نه الان جلسه. صداتون نمیاد اگه میشه. بهزاد یا آرومتر حرف بزن یا تلفناتو بذار برای بعد. باشال بعدن یه نیم ساعت دیگه تماس بگیر. خدا بزن. خب الان که شما دارین میگین تازه یه چیزایی رو میفهمم. رفتارش کلن عجیب شده بود دیگه. شده بود بابام یه چند وقت نباشه بره سفر. مامانم نگرانش نمیشد، ولی این دفعه سر چهار روز نکشیده زنگ زد پلیس که بعد شما اومد. یعنی ممکنه که مامانم از همون موقع فهمیده باشه بابامو دزدیدن؟ ممکنه. هیچوقت آدمی بهش زنگ نزد که مشکوک باشه؟ تلفنی؟ هیچی؟ مامانم رفت تو ماشینش نشست، یکم حرف زدن، بعدم بهرام رفت. دلیل خاصی داشته این رو قبلا به ما نگفتی؟ خب من اصلا فکر نمی کردم اینا چیزای عجیبی باشه. خیلی وقتا می شد مامانم حالش بد باشه، با فریبا حرف بزنه، با بهرام حرف بزنه. من این دفعه چون با فریبا دعوا شده بود فقط بهرام واسش بود. یعنی بهرام مامانم رو تهدید کرده؟ مادر شما چند تا خط داشته؟ چند تا گوشی داشته؟ یه دونه. میشه یه زحمتی بکشید حواستون یه ذره بیشتر به مادرتون باشه؟ حالا خدا نکرده اتفاق بدی نیفته، شماره من که داری، من گوشیم بازه. هر رفتار غیر عادی دیدید دوتا به من خبر بدید دیگه. مشکلی برای مامانم پیش میاد؟ اصلا نمیدونم الان کار درست چیه. زمانی باید نگران باشید که از این جلسه ما کسی با خبر بشه، مخصوصا مادرتون. کار درست اینه که کسی اصلا چیزی نفهمه. من میتونم برم؟ میتونم بریم. الو شیرین کجایی؟ زنگ بزن بیمارستان بگو تا من نرسیدم هیچ کی بالا سر آرتین نره. از کجا مطمئنی؟
پیمان و فریبا یه چیزایی پیدا کرده بودن. مطمئنه که یه گوشی دوم یا سومی تو کار باید پیداش کنم. خب پیمان مطمئنه اون گوشی که خودشو جای کامران جا میزده الان تو خونه خود کامرانه. او چه حسابی حرفو میزنه؟ شاید بازیشون باشه. نمیدونم، باید گوشی ها رو پیدا کنیم. از تو ملودی رو ببر شرکت تا بعدم بهت بگم چی کار کنی. شما چی کار میکنید؟ شکر علائمش امروز خیلی بهتر شد. سلام. خسته نباشید. بفرمایید. قربونت برم من. خوبی؟ آره. الو. سلام و زهر مار، 10 دفعه زنگ زدم کجا بودی؟ چی؟ میگم 10 بار زنگ زدم چرا جواب نمیدادی؟ حالا چرا داد میزنی؟ آگاهی بودم، آقای بعدی کارم داشت. چطور مگه؟ میام خونه برات بگیرم. درست حرف بزن ببینم چی میگی، حوصله ندارم ها. ماما یه چیزی ازت بپرسم راستشو به من میگی؟ کسی تو رو تهدید میکنه؟ تهدید چیه؟ پلیس چیزی گفته؟ نه بابا یه دقیقه صبر کن. مامان عموجه رو پشت خطم به زنگ میزنم. ملو عمود نگفت چه کارت داره؟ گفت نایم خونه قراره بیا دنبالم بریم شرکت. نگفت برای چی؟ نمیدونم نفهمیدم. نمیخواد بری، بایست من خودم دارم میام دنبالت. مامان آخر بحث نکن. مامان گفتم دارم میام دنبالت دیگه. براش کاری پیش اومد گفت من بیام دنبالت. سوار شد. نه من همینجا وای میستم تا مامان بیاد دنبالم. واسه چی رفته بودی آگاهی؟ پلیس چیزی بهت گفت؟ خطری مامانم رو تهدید میکنه؟ نه جلال حواسش به همه چی هست. سوار نمیشی؟ Thank you.
شنیدم، اما کمرم شکست وقتی شنیدم انگاری تو دخالتی داشتی. برو دعا کن ثابت نشه که کشتن کامران کار تو بوده، وگرنه کاری میکنم که روزی صد بار آرزو کنی که الان تو جای کامران بودی. چی هست؟ تو نمیدونی این چیه؟ میگم اینه کجا آورده؟ تو چه ربطی داره آقا جون؟ کار تو بکن، بازش کن، پس تو بزن، زود. باز نمیشم، یه اشتباه است. فیلم بازی نکن، اصلا خیلی رمزه، ولی تو اشتباه بزنی قفل بشه ما دستمون به رمزه ارزاده نرسیم. فیلم چیه؟ به مرگ عزیزم پسوردمو میزنم باز نمیشه. میدونه پرونده بازش پیش منه، هر لحظه بخوام میتونم بدتر کنم اوضاع رو. اینو میخوای؟ آقا به پیر به پیغمبر باز نمیشه، تقصیر من چیه؟ رمز ولت سومو بزن. ولت سوم دیگه چیه؟ تو نمیدونی ولت سوم چیه. آقا ولت سوم از کجا اومده؟ اصلا مال کی بوده ولت سوم؟ چند تا رمز داری؟ دو تا. دومی رو بزن. ببین اشتباه بزنی من میدونم تو. اگه خب اشتباه بود چیکار کنم؟ به من چه؟ یه کار کن اشتباه نباشه. باز شد این رو سرباز تعمیرش بده. آقا ولت سوم دست کی بوده؟ میشه من بگی؟ خدافظ. آقا من یه سالون قم گذاشتم واسه این، میخوام بدونم. شلوغ نکن بیرون. آقا خواهش میکنم به من بگو، من این دیوونه بیشم ندونم. آقا بیرون. الا ماشاءالله این تو پوله، معلوم نیست با این چیزایی که این میگفت چند تا دیگه از این ولتو هست. گزارشو برای من هم بفرست. درست فکر میگرد؟ بله، هر دو نمونه مال یه نفره و با نمونه گرفته شده از پریسا شمس هم مطابقت داره. خدمت شما.
مرسی. خواهش میکنم. خداحافظ. خدا نگهدار. بهزاد خوبه خوب یه بار دیگه برامون از اول تعریف کن مگه اون همه چی نگفته به تو وقتی بهت میگم تعریف کن فقط تعریف کن ولی از جایی که پیمان کامران میزنه میفته زمین چی میشه بعد تو میبریش ما اون بر پدرمون در اومده جا جور کن اونو به دو صندوق عقب ببر دوربین مدار بسته بکن پریسا خانم من عروسک دست تو نیستم که بعدش بلندشم بیام چه غیر بدم کسی شک نکنه چه شلوغش میکنی؟ چه دور برمیداری الکی؟ عروسک چیه؟ والا انگار نخ من دست شماست داری من اینجوری میچرخونی مگه قرار ما این نبود که من هیچ کاری نکنم شما از اون ور خودت کارا رو پیش ببری درسته؟ نمیشه که الان به هر گیر و گوری که میخوری زنگ بزنی بگی من نمیدونم چیکار کنم این شده اون شده خب خطرناکه نذاشتی الان همه خرابکاری ها رو گردن من داری میندازی من نذاشتم آره هیمان رو آنتریک کنی بره کامران و فریبا رو ببینه چی شد؟ من از اولش هم مخالف خیلی هم نقشه خوبی بود بعدش هم گفتم باید چیکار کنم کامران چیکارش کردی؟ بردمش جای خلوت ولی هم نیست پرشه چی شد؟ فرستادمش توی گاراژ پرت یه جوری سر به نیستش کنی کسی نتونه پیداش کنه بچه ها جی پی اس شو از کار انداختن بهرام سر به نیست بشه که کسی نتونه پیداش باشه. کنه متوجهی؟ باشه باشه اونو بلش کن پیمان چی؟ پیمان چی کار کنیم؟ تو فکر کردی واقعا اون الان دست رو دست میذاره هر بلایی ما بخوایم سرش در بیاریم واقعا اینجوری فکر میکنی؟ بهرام اگه یه ذره کمتر بخوری میتونی متمرکز حرف بزنی منم بفهمم چی داری میگی پیمان آخه از پشت صحنه خبر نداره که طبیعیه که هر حرکتی که بکنه ممکنه به ضرر خودش تموم بشه ببین الان بهترین فرصت رو خودش برامون فراهم کرده نکرده؟ خیلی خوب اصلا پیمان هیچی کامرانم تو چنگمونه جلال چی؟ جلال چی؟ اگه سر و کلهش پیدا شد چی؟ جلال که نمیدونه ما داریم چی کار میکنیم که ما کنارشیم اگه ببینیم داره نقشه میکشه کاری میکنه که به نفع ما نیست خب میتونیم به همش بزنیم این خیلی ساده است بحث بسه دیگه حوصله بحث ندارم پریسا برو ملودی الان بهت شک میکنه حوصله بحث ندارم انگار من دارم خب شد بالاخره فهمیدی که اینجا و الان وقت این حرفا نیست این حرفای مهمیه با این حال تو خیلی خوب ببین بیا این والتو بگیر پسوردشو پیش خودشه گو وقتی کار تموم شد میگه بهرام ولت بدون پسورد به درد کی میخوره ها پسوردشو بگیر باش یه گیر و گوری بخوریم دستمون به جایی بند نیست باشه باشه حواسم هست حواست به همه چی هم هست ها شیشه رو بده پایین زره کلت باد بخوره بعد رو بیافت میره تو در و دیوار بده پایین شیشه رو بعدش هم با فریبا رفتم واسه گزارش مفقودی دم در کلانتری احتمالاً توی یه وضعیت مناسبی این فیلم رو واسهش میفرستید اونم فیلم رو میبینه میترسه متوجه میشه که تحت نظره من میتونم بشینم
فقط برام عجیبه چرا بعدش کنار نکشیدی؟ تصمیم نداری حرف بزنی؟ نمیدونم چرا فکر میکنی اگه ساکت باشید همه چی حل میشه. میخوای این داستان من ادامهشو بگم هر جا غلط بود شما اصلاحم کنید. مثلا از اینجا که دنبال سندهای شهرک میگشتید رفتید دم گاف صندوق دیدید نیست، بعد این ماجرا رو هی ادامه دادید، سیم کارت از گوشی همسرتون برمیدارید میندازید تو گوشی پیمان که همه مطمئن بشن فریبا با کامران رابطه داشت، که ما فکر بکنیم موضوع قتل ناموسیه. بعدش هم یه نفر رو جا میزنید جای کامران که پیمان وقتی میاد پارک باش قرار داره فکر بکنه با کامران قرار داره. درسته؟ هیچش غلط نبود؟ بچه ساده بیشوره، من چی بهش بگم؟ نمیشناسه این جونه برار که نمیفهمه پیمان چی کار کرده که باز از اینا حمایت میکنه. میگه اگه فریب افتاده بیمارستان تقصیر کارهای توه. چی کارش کنم اینا؟ کامران جایی گفتن دو لو داده. چی؟ جای گاف صندوق لو داده. کجاست؟ تو شرکته، خودم گاف صندوق دیدم، تو دیوار جاسازش کرده بود، با هزار مصیبت از زیر زبونش کشیدیم بیرون. توش رو دیدی؟ چی توش بود؟ کلید نداره، با اثر انگشت خودش باز میشه، باید کامران ببریم شرکت. از این خریتو نکنینا. و چجوری بازش کنیم؟ آها، قراره تلک تلک شیش نفری پاشین راه بیافتین برین شرکت، کامران هم ببرین انگشتشو بذارین رو گاف صندوق. از این کارا نکنین بهراما. قرار نیست تلک تلک تلک، امکان نداره بتونین گاف صندوقو جابجا کنی. شبی نصف شبی میندازیمش صندوق عقب، میبریم اثر انگشتشو میگیریم دیگه. بهرام، کامران از جایی که هست تکون نمیخوره، مفهومه؟ چی کار کنیم؟ ما که نمیتونیم دستشو قطع کنیم. باورم نمیشه. چی باورت نمیشه؟ چی گفتم مگه؟ دستش هم نمیخواد قطع کنی، گفتی اثر انگشت دیگه، انگشت. آلیسا ها، تو خودت حاضری همچین کاری بکنی؟ چرا گندش میکنی؟ چی گفتم مگه؟ راه بهتری سراغ داری بگو. وای وای، نه من نه تو، یه لشکر آدم دارن برات کار میکنن، این همه پول میگیرن ازت، با این کار بکنن دیگه. کل دارایی که قرار بود از توش یه شهرک در بیاد و سنداش به نام فریبا شده بود از قبل پدر پریسا گیر کامران اومده بود، من اینو فهمیده بودم. پس شما این توهمو تو ذهن پریسا کاشته بودید که فریبا با کامران رابطه داشته؟ من نداشته. عجب، خودتون یه دروغی میگید تکرارش میکنید بعد باورش میکنید؟ اگه رابطه ای نبوده و چطور این همه سند به نام فریبا شده بوده؟ آه؟ می‌خواستین تلافی کنید دیگه، می‌خواستین آبروی فریبا رو ببرید، منتها برای انتقال سندها بهش نیاز داشتید، گذاشتید کاراتون رو انجام بدید بعد قتل رو بندازید گردنش. فقط متوجه نمیشم چرا هاردار و حضورشون خونه پویش که دوباره پیمان مقصر به نظر بیاد. هرچی آب گرارودتر میشد بهتر بود، پیمانم زیادی پیگیر شده بود، به نفع ما بود شما دستگیرش میکردین. قبل از اینم که پیمان آزاد بشه از زندان یه پیام بر فریبا رسید، کار من نبوده، پریسا فرستاده بود. ما خودمون یه اکانت برای پریسا درست کردیم که با پیمان و فریبا در ارتباط باشه. من از اون شبی که عکسای ملودی رو فرستاد واسم دیگه ارتباطی باهاش نداشتم.
این بچه رو پریسا دزدیده بوده؟ مثلا قرار نبود آرتین دزدیده بشه. پریسا میخواست پیمان فکر بکنه همون موقع که بازداشت بوده زنش قالش گذاشته رفته. اگه این بی ارزه ها حواسشون به فریبا بود بلایی هم سر اون بچه نمیمد. بعد از اینکه صمدی لو میره بهش زنگ میزنید که دیگه شرکت آفتابی نشه، اونم به سرعت میره کارهای معامله رو انجام بده، اما حواسش به جلال نیست. جلال همه چیز رو به هم میریزه. شما هم که میرین اینجوری تصمیم میگیری نزدیک بشی به جلال، میری خونهشون که هر اطلاعاتی میگیری به صمدی بگی. حتما خبر داشتید دیگه، نزدیکشون بودید، اینا حرف میزدن، احتمالا متوجه شده بودید دیر یا زود آدم های جلال جای صمدی رو پیدا میکنن. واسه همین خودتون رو خیلی سریع رسوندین اونجا. البته که قبلش به صمدی زنگ زدید، چک کردید، تأکید کردید کسی اونجا نباشه. بعدم با آرامش رسیدید اونجا، یه سیگار روشن کردید. سیگاری بودید دیگه، درسته؟ یه سیگار روشن کردید، جون دادن کامران رو تماشا کردید. چطوره؟ خوب نیست، شوک شده. به هر حال برساشو خورده؟ نه، حرفم آقا جلال از شرکت. جان هر کاری داری بذار واسه بعد. وقتی بابام به رحمت خدا رفت من هنوز پشت لبم سبز نشده بود. احمد پورانت 4 سالش بود و کامرانم یه بچه مدرسه ای. این شد که خیلی زود درس و مدرسه رو ول کردم و افتادم دنبال کار. هر کاری که فکرشو بکنیم، از میخ صاف کردن تو راسته کفاشو بگیر تا جون کندن تو کارگاه صابون پزی. 40 سال هر روز کار کردم. مادرم طفلی عاشق پدرم بود، بر همین خیلی زود رفت پیشش. تو محل همه میگفتن دق کرده. بوران که بزرگتر شد سرش رفت تو کتاب و درس و مدرسه، خیالم ازش راحت بود. اما کامران خرابکاری پشت خرابکاری. این که ماله بکشم رو خرابکاریاش فقط به خاطر آبروی خودم نبود، کامران این بچه هم بود. دلم نمی اومد دست و پا زدنش رو ببینم، اما هرسم میگرفت وقتی میدیدم یه چیزایی رو نمیفهمه یا انگاری لجبازی میکنه که نفهمه. چقدر زود گذشت. من از همه این سالها یه چیزی رو خوب یاد گرفتم، اونم این که هر چیزی که از این دنیا میخوای یا هر جوری که زندگی رو میخوای باید بسازیش.
فقط خودت باید بسازیش، فقط خودت. اینم بگم و بعد برم. من عادت کردم همیشه پشت خانواده‌ام باشم. بس از هیچی نگران نباش. من اینه یه کوه پشتتم. اینو هیچ وقت یادت نره. این خدمت شما کار حوالتی رو انجام سلام خانه سردی تو بیرون ممنونم. یه بیلیت برای دو دوی میخواستم هر چه زودتر. آره امشب هم خوبه. باباش اکسو برستاد؟ آره برستاده. کسی آره؟ نهی درمش بکنم من دو دو چه بریم مازمش؟ باید بگم سلام. میخواستم ببینم ایشون. بفرمایید فقط خیلی طول نکشه.
دیگه به خودت هم رحم نمی کنی؟ فکر کردی یه رگ زدن و خلاص؟ نه، اینطوری هم نیست. تو هنوز بد باشی. میای جلو شوهرم و بچه‌م عکس پرت میکنی تو صورتم؟ کی تو؟ من که میدونم کامرانو تو کشتی. بوی نحس سیگارت هنوز یادمه. شنیدم نمیخوای ملودیو ببینی، همه یه نفر برات مونده. میخوای اونم از خودت متنفر کنی؟ چقدر تخصص داری تو این کار. نگرانش نباش، من ازش مراقبت میکنم. شایدم بهتر باشه اصلا تو رو نبینه، ولی من بهت سر میزنم. وکیل ملودی و جلال شدم. سخنرانی تموم شد خانم وکیل. حیف دستان بست هست و یه نبرات کف میزدم. آره باش، همه ای چیزایی که تو گفتی من هستم. آره تو اون چیزی که همه این سالا نشون دادی هستی. من و تو این همیم، فقط تو بهتر بلدی ادای آدم درستا رو در بیاری. پسرت بزرگ میشه، میفهمه تو چی کار کردی، چه پنون کاریایی کردی، به گوشش میرسه. خودم به گوشش میرسونم، بهش میگم، میگم اونی که به خانوادش، به تو، به همه خیانت کرد تو بودی. بهش میگم برو بیرون، نمیخوام ریخته هیچ کدومتونو ببینم. برو بیرون. من نمیخوام هیچ کسو ببینم. من کسی رو ندارم، هیچ آشغالی رو نمیخوام ببینم. هر کی اومد گفت من با این زن نسبت دارم دروغ میگه. من هیچکی رو ندارم، هیچکی رو ندارم. سلام آقا ناصر. سلام. دعا کن نفهمه چه کارا که نکردی، وگرنه خدا میدونه چه خوابی برات میبینه. من کاری نکردم که بخوام نگران باشم. آره حتما کاری نکردی. آقا ناصر، با فریبا میبالا کارت دارم. میتونم پیمانو ببینم؟ آقا ناصر شما بیا بالا.